در فرودگاهی بین المللی شهر دوشنبه با استقبال برنده مدال برنجی مسابقات قهرمانی جودای جهان نفران زیاده جمع آمدند. پهلوان شناخته و محبوب کشور سامان محمدبکوف را که پس از 17 سال انتظاری در چمپیونات جهانی جودو سزاوار مدال شد، در تالار پذیرایی مهمانان عالی قدر فرودگاه معاون رئیس شهر دوشنبه عادل‌زاده دلبر، رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ذوالفقار گل احمدزاده، رهبران کمیته ملی المپی جمهوری، نمایندگان وسایط اخبار عامه و هواداران و علاقمندان جودو کشور صمیمانه استقبال گرفتند. سامان محمدبکوف بعد استقبال صمیمانه مردم اظهار داشت که این پیروزی تنها پیروزی او نیست و برای این قهرمانی تنها او مهنت نکرده است. یادآور میشویم که در روز سیوم چمپیونات جهانی جودو که در ابودابی امارات متحده عرب برگزار شد، پهلوان معروف تاجیک سامان محمدبکوف در وزن 81 کیلوگرم کشتی گرفته مدال برنجی مسابقه را به دست آورد. سامان در دور اول بر دانیل زاوبکوی فرانسوی با یک حمله غافلگیر کننده و امتیاز وزری ظفر یافت. در دور دویم بر نماینده نیدرلند فرانک دیویتی 28 ساله بر دلیل شکستن مقررات از سوی حریف یا سه شیدو پیروزی به دست آورد. محمدبکوف در دور سیوم با اقتدار بر حریفش از مصر عبدالرحمن عبدالغنی با امتیاز وزری پیروز شده با دور چهار یک نهایی راه یافت. او در مرحله چهار یک نهایی در یک رقابت سخت و مشکل گذر با تاتو گریگالاشویلی گرجی که دو مرحله قهرمان جهان است بازنده شده بر رقابت های شانسی دویوم یا همان تسلا بخش رفت و اینجا بر داوید کاراپتیان از تیم بی‌طرف دست بالا شد. همینطور محمدبکوف برای به دست آوردن نشان برنجی شانس پیدا کرد و در رقابت ردبندی با حریف دیگری از گرجستان گوچیلادز دیمیتری روبرو شد. سامان در وقت تیلایی با امتیاز وزری انتقام تاتو را از همتیم او سیتونید و این نشان برنجی را به گردن آویخت. یادوار میشیم که هنوز سال 2007 رسول باقیوف از قهرمانی جودای جهان در برزیلیا به گرفتن نشان برنجی نایل شده بود. اینک 17 سال بعد با سامان محمدبکوف میسر می شود که از چمپیونات جهانی جودو برای تاجیکستان مدال بیاورد.